تو این آموزش یاد میگیریم چطور به کمک المنت 3D و پروسه ترکینگ بتونیم نماهایی که چرخش ثابت داره رو پروسه مچ مووینگ رو روش پیاده بکنیم، یعنی آبجکت ما مچ بشه با این حرکت دورانی دوربین. برای انجامش کافیه که ما بگردیم تو حالت پیش‌فرض کاریمون، تو این نما رو ببینید. در مرحله اول شما احتیاج داری که کل کار توسط 3D کامرا تراکر که در پنل تراکر و این دکمه ترک کامرا هست، کل کارت رو بتونی ترک بکنی. یک نکته‌ای که خیلی مهمه، اگه شما قراره یه چنین ویدیویی رو خودتون ریکورد بکنید، خیلی خیلی کمک میکنه که سوژه شما هم ثابت خودش رو نگه داره. اون نماهای دور خیلی کمک میکنه که ترکینگ فیکس بشه. همونطور که می‌بینید درصد خطا واقعا خوبه تو این کار. اگه دقت کنید، من اومدم این پوینت قرمزی که اینجا وجود داره رو به عنوان پوینت درست و ترک شده درستم انتخاب کردم. اگه دقت کنید این قسمت تو کل کار ثابته و همین به من کمک میکنه که ترکینگی که دارم صورت میدم ترکینگ درستی باشه. اما اگه نقاط دیگه‌ای که دائما چشمک میزنه و هضم میشه و میره میاد، اینها تا زمانی که هضم نشده ترکینگش پابرجا و درسته، اما به معنی که هضم میشه ممکنه یه لحظه سر خوردن اتفاق بیفته. خیلیاتون یه ترک میزنید اما یه خوره میره جلوتر، میبینی که یه جایی سر میخوره، لیز میخوره. این به خاطر اینه که پوینت درست رو انتخاب نکردید. گاهی هم اصلا رفت به پوینت درست نداره، اصلا پروسه ترکینگ تا به اونجا بعد یهو دست تکون میخوره یا موو میشه اون پیکسل و دیگه نرم افزار نمیتونه شناسایی بکنه. ولی اگر میتونه شناسایی بکنه تا پایان فریم ها اون نقطه رو براتون به شکل اون پوینت نگه میداشت. خب این از این نقطه، ما میایم از روی همین نقطه یه دونه راست کلیک میکنیم و یه دونه نال و دوربین میسازیم. چون یک بار من دوربین ساختم، بار بعدی فقط به من میگه نال بساز، ولی تو بار اول چون هیچی ساخته نشده هم اجازه میده نال آبجکت بسازی یا روش هم یک دوربین، که این همون دوربینیه که ساخته شده، خودش هم اسم 3D تراکر کامرا روش خورده و این هم نال آبجکتیه که برای ما ساخته شد. تو مرحله بعد ما به پلاگین المنت 3D میریم، تو قسمت سین ستاپش میریم و یک گلوله، اگر مجموعه ویپن رو شما داشته باشید، این هم مجموعه ویپن هستش که اینجا میتونید شما مدل‌های مختلفی که وجود داره رو انتخاب بکنید. بعد از اینکه انتخاب میکنید بهتره که سایزش رو مناسب بکنید. ببینید سایز این کار اگر من مناسبش نمیکردم یه سایز بزرگی بود، ما اومدیم این رو دقیقا مناسب با نوع پروژه‌مون کوچیکش کردیم طوری که نزدیک به سایز خروجی این گلوله بشه. خب تو مرحله بعد به خاطر اینکه کنترل بهتری روی کل کار داشته باشیم، بهتره که تو قسمت گروپ یوتیلیتی تو زیر گروه گروپ یک بیایید و یه دونه نال آبجکت بسازید. نال آبجکتی که از یک گروپ ساخته میشه خیلی دست شما رو باز میکنه توی کنترل های دقیق تر. ببین من اینجا اومدم این نال آبجکت رو ساختم و بعد میتونم این رو جابجا بکنم، گلولم هر جا که دلم بخواد میره. میتونم این رو دکمه آر رو بزنم، اینجا گلولم رو به سمت های مختلف حتی روتیت بکنم. من کنترل شیفت ایچ میزنم یه دقیقه بره به این راحتی. ببینید میتونم گلولم رو تو مسیرهای مختلف هم بیام و روتیتش بکنم. دوباره اینو میارم، من سعی کردم این محدود پیکسلی کمی رو براش در نظر بگیرم تو پراپرتی پوزیشن که این وقتی داره طی میکنه خیلی آروم این مسیر رو بده، در حالی که گلوله حالت اسلو موشن میتونه کار خارج بشه. ما تو این کار فعلا پروسه سی جی یا کالگرید رو داریم پیاده نمیکنیم، صرفا به دست آوردن دیتای تراکینگ و مچ کردنش برامون مهمه. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه بعد از یه چنین پروسه هایی، بعد از اینکه شما این ترک کامرا رو به دست آوردی، این نال آبجکتمون، یه دونه دکمه پی رو بزنید و این پوزیشن رو ببینید. بعد بیایید تو قسمت گروپ یکتون، تو قسمت پارتیکل رپلیکیتور، حتما پوزیشن ایکس و وایتون رو دقیقا متناسب با ایکس وای زد این نال آبجکت بکنید. یعنی زدش رو اینطوری کپی بکنید، برید تو پوزیشن زد پیس بکنید، وای رو به این شکل کپی بکنید در پوزیشن وای و ایکس رو در پوزیشن ایکس. این کار باعث میشه که گلوله شما دقیقا در مسیر نال آبجکت شما و دقیقا در نقطه نال آبجکت قرار بگیره و بعد که یه گروپ میسازی دیگه کنترلت خیلی خیلی بهتر میشه. و اما اگر این لایه اول رو اما نداشته باشیم، این گلوله کلا از بیرون تفنگ شروع میکنه به شلیک شدن و برای اینکه این رو ما از بین ببریم، ما یک بار دیگه از لایه اولمون یه دوپلیکیت میگیریم، انتخابش میکنیم و در لایه دوپلیکیت گرفته شده یه چنین ماسکی رو انجام میدیم. بعد میتونید این ماسک رو چون حرکتش خیلی آروم و درست داره پیش میره، یعنی تفنگ خیلی منسجم حرکت میکنه، میتونید این رو توسط دابل ام بزنید
مس پس رو انتخاب بکنید و توی این قسمت بیایید خود مس رو هم ترک بکنید، هرچند چون به اندازه مثلا 10-20 فریمه اگه دستی هم بخواید انجام بدید خیلی ایرادی تو کار ایجاد نمیشه. این باعث میشه که گلوله فقط از قسمت بیرون ماسک خودش رو به سمت بیرون بیاره و بعد توی کامپوزیت نهایی شما میتونید نازل فلش رو هم بذارید، که اگه خاطرتون باشه ما یک آموزش هم در خصوص پلاگین بنگ داشتیم که نازل فلش همین جرقه ها و دود و آتیشی که از تفنگ خارج میشه رو میتونیم شبیه سازی بکنیم. این رو هم من آموزشش رو در پست های گذشته تقدیمتون کردم و به این شکل شما میتونید یک چنین مسیری رو داشته باشید. حالا اگه دوست داشتید اینجا میتونید دود بذارید، اینجا میتونید مسیر دود بدید. توی آموزش تراکینگ نماهای چرخشی ما به اون هواپیمایی که داشت رد میشد توسط پلاگین پارتیکولار در قسمت خروجی موتورش هم ما دود اضافه کردیم. اینجا هم شما میتونید با همون رویه این دودها رو بگیرید و اضافه بکنید، یا اصلا میتونید یک مسیری باشه که مثل سکورپیان یه چیز دیگه ای رو داره اصلا سند میکنه، ارسال میکنه، مثل یک چیز زنجیر شکل. اینها رو شما میتونید یه چیزای دنباله دار رو هم حتی توسط این ترفند پیاده بکنید. پس یه نتیجه گیری میکنیم توی این کار مهمترین نکته اینه که یه تراکینگ درست داشته باشید، پوینت درست رو انتخاب بکنید، در المنت ریدی بتونید در قسمت پارتیکل رپلیکیتور بتونید پوزیشن ایکس وای زد رو دقیقاً با پوزیشن ایکس وای زد نال ابجکت به دست اومده از تراکینگ یکی بکنید و بعد یک گروپ نال میسازید که گروپ یکتون تحت تاثیر اون نال ابجکت قرار گرفته باشه و در نهایت میتونید به گروپی که ساخته شده یک کی فریم بدید که به این شکل حرکت بکنه. حالا هر چقدر دوست داشته باشید سریعتر حرکت بکنه این کار رو میتونید این بازه کی فریمش رو به این شکل سریعتر بکنید که گلوله خیلی سریع از کار خارج بشه. یه کار دیگه هم که من انجام دادم این بود که در قسمت رندر ستینگ ما تو قسمت موشن بلر ما اون رو از حالت کام ستینگ خارج کردیم و رو حالت آن گذاشتیم که در همه حال موشن بلر فعال بشه، که اگه اینو ما آف بکنیم ببینید که گلوله خیلی با لبه های شارپ در واقع اون موشنی که از جهت ایکس بهش داده شدیم داره لحاظ نمیشه در مسیر حرکتیش، ولی وقتی رو آن میذاریم میبینیم که بله این داره لحاظ میشه. اگر سمپلاش کم بود یا شاتر انگلش کم بود میتونیم میزان رو هم زیاد کنیم. من اگه به 720 افزایش بدم و همینطور سمپلاش رو هم روی 32 بذارم میبینید که یه گلوله خیلی محفتری رو ما داریم اینجا تجربه میکنیم. البته این پروسه یک مقدار در پردازش رندرینگ من هم تاثیر خواهد گذاشت. اینو میتونیم دوباره پارامتراش رو کمتر بکنیم با توجه به اون چیزی که میخوایم گلوله هم همچنان دیده بشه اما با لبه های خیلی شارپ نباشه. دوستان گلم امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. هدف این آموزش این بود که بتونید Elementary Video Tracking Data رو خوب با هم مچ کنید که نکاتش رو هم تقدیمتون کردم. ممنون از وقتی که برای این آموزش گذاشتید، امیدوارم به کارتون اومده باشه. اگر چنین بوده با لایکتون از مجموعه حمایت کنید. اگر دوستانی دارید که به این مباحث علاقمندن خوشحال میشم براشون بفرستید که اونها هم از این مطالب استفاده بکنن. من سهیل شریفی هستم، روز شبتون خوش و خدا نگهدار.